ناتو وی افغانستان ته څو زره پوځیان استوي. د ناتو سرمنشي یانس سټالټنبرګ ویلي د ناتو سازمان غړي هیوادونه به څو زره پوځیان افغانستان ته واستوي. ښاغلی سټالټنبرګ وویل د ناتو 15 غړو هیوادونو افغانستان ته د نورو سرتیرو استول منلي. نوموړي ټینګار کړی چې د دغو سرتیرو اصلي دنده به د افغان امنیتي ځواکونو روزل او سلام مشوره ورکول وي، خو جنګي چارې به پر مخ نه وړي. ناتو رسما نه دی ویلي چې افغانستان ته څومره سرتیري لیږي، خو د رسنیو د ریپورټونو پر بنسټ دوی غواړي افغانستان ته 3000 نور سرتیري واستوي. پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې له غوښتنو سره سره بیا هم ولې افغانستان ته د نورو سرتیرو پر لیږلو ټینګار کیږي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. په نن کې د سرتیرو ډیرولو په اړه د ناتو پر وروستۍ پریکړه باس کو چې پر موضوع به را سره دوه قدرمن میلمانه باسو کې د کابل د ولایتي شورا غړی سید نقیب الله هاشمی او پوزیشن کې جنرال زلمی وردګ ستړي مشه ورسره به سلطه سره پیل کوم. دغه درې زره سرتیری چې ول شوی ناتو به افغانستان ته راولېږي، د افغانستان جګړه به وګټي یا به په دې برخه کې ستونزه حل کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ساکر صاحب لمړی تاسو ته ډېر ګران مزاز ورور سمی صاحب ته تاسو تلویزیون ټوله درنه او کاران ته تاسو تلویزیون دلار نه د افغانستان درې دلې زولې دلې ملت ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. اصلا کته فکر وکړو چې دیواله عسکر لیږي دلیل څه دی؟ حتما کومه ستونزه دلته شتون لري چې دوی سرتیر اضافه کوي رالیږي. تر کوم ځایه پورې چې موږ د رسنو د لارې او دوی د خپلو د خولو نه اورېدلي دي، دا ویلي دي چې موږ سرتیر د دې لپاره لیږو چې افغانستان حکومت یو ډېر ضعیف حکومت دی. پرون هم دا د ناتو مشر وویل چې افغانستان حکومت کې کومې ناخوالې چې شتون لري دوی باید خپلې ناخوالې باید د منځه یوسي. دا چې دوی وایي چې موږ یې د مشورې او په استعداد یا د تعلیم تربیې دپاره لیږو، زه داسې فکر کوم چې په خپل افغانستان کې په افغانانو کې دا توان شته دی چې دوی وکولی شي دغه 14 کالو کې چې موږ بهرني دوستان دلته شتون درلودو دا 3-4 کاله به یخ پلوته کېدویانه به تقریبا دغه 10-12 کاله دوی دلته مشورې هم ورکړي، په استعداد باندې تعلیم تربیې هم ورکړي دي. د 12 کالو کې چې یو ساناڅپ تربیه لیدلي په اصطلاح روزل شوي وي، نور نه دې ته ضرورت نشته دی چې موږ نوره تعلیم تربیه بالکل کوم نوی تخنیک کوم نوی سلاسی راځي دغه لپاره که موږ چیرې خپل منصبدار ولیږو همغه ملک ته چې تر څو هغه ځینه هغه زده کړه وکړي او راشي بیرته په خپله ژبه باندې دغه نورو قدمو ته په خپله ژبه. اوس یو مشاور چې دلته راځي او تعلیم تربیه ورکوي، هغه سره به یو ترجمان ولاړ وي، هغه ترجمان به ترجمانی کوي، هغه به درسته ترجمانی کوي که بې نه کوي. اصلا دوی د خپل د اهدافو د خپل ستراتیژۍ ځکه چې دوی په خپله خوله باندې ویل چې موږ هغه کومې اشتباه چې کړي بیا نه کوو، هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ لرو هغه د لاسه نه غواړو چې د ورکړو، او بل خصوص موږ نه غواړو چې افغانستان بیا یو ځل بیا د دهشتګرۍ ځاله وګرځي. دا په دې معنا باندې ده چې دوی د خپل ستراتیژۍ د حفاظت لپاره د مصونیت لپاره د مخته وړلو لپاره دوی د عسکر دلته اضافه کوي. که په موږ کې مثلا ناخوالې شتون نه درلودی نو کومشاره درلوده، د افغانستان حکومت ډېر ضعیفه ده. په خپل ناتو هم ویلي دي چې حکومت کې دننه ناخوالې دا باید حل کړي. موږ فکر کوي دا سرتیری د افغانستان حکومت د ځواکمن کېدلو یا پیاوړي کولو لپاره رالیږي. زه داسې فکر کوم چې دغه رسنی حرکتونه په دوه کالو کې چې دلته په دې سیمه کې په اصطلاح برسېره شوي دي، دوی تشویش په دې باندې نه دی ځکه چې په افغانستان کې یوه واحده قوي کتله یا شتون نه لري. تاور مثال که په رسېدلو ملکونو کې وګورې دوه یا درې حزبه ډېر قوي حزبونه وي، دلته حزبونه نشته. دلته ملت په شاخو وېشل شوی، حکومت په شاخو وېشل شوی دی. د دې په اساس باندې دې ویره په دې باندې ده چې دغه کوم تحرکونه چې د همسایګانو او د نور د قدرتونو استخباراتونه چې په داخل د افغانستان کې دلته ترسره کړي دي او ترسره کوي، د هغه نه دوی ویره لري. دوی نه غواړي چې هغه څه لاسته راوړنې چې دوی په هغه قربانیو هغه مصرفونو چې غرب او ناتو په افغانستان کې کړي دي هغه د لاسه ورکړي. دوی دغه دپاره ګوره د یوه خارجي عسکر مصرف $1,000,000 دی په کال کې، د یوه افغانستان افغاني عسکر مصرف $100,000 دی، نه لکه او $200,000 تفاوت لري.
که دغه پیسې مثلا درې زره ناتو راولېږي، څلور زره امریکا راولېږي، دا یې اووه زره میلیونه ډالر یې په کال کې افغانستان ته ورکولی، هم یې د نظامي بحث تقویه کولی شوی، هم یې خپل خو. اصلي پوښتنه هم دلته ده چې په افغانستان کې هم دغه نظر مطرح کېږي چې دلته څه باندې 1,00,000 بهرني سرتېري وو، ستونزې حل نه کړه، جګړه ډېره شوه. په همدې توګه ویل کېږي چې افغانستان ته سرتېري مه رالېږئ، په رالېږلو سره یې په افغانستان کې د جګړې دلایل ډېرېږي او جګړه نه لا پسې تودېږي. ولې بیا هم ناټو او د ناټو ملګري چې امریکا په سر کې ده په سرتېرو رالېږلو باندې ټینګار کوي؟ ښه سوال دی. فکر صاحب ګوره، دوی تر 2014 کال پورې دلته دغه کوم بنسټ چې دوی منځته راوړ او د مسؤلیت د افغانانو غاړه ته ور واچول، دوی دوه هدفه درلودل. یو دا و چې وګوري چې واقعا افغانان په څه پوه شوي دي، په اصطلاح یې څه اصلاحات پکې راغلی، او دوی دویم اړخ یې دا و چې دوی په ډېر کم اقتصادي مصرف او په کم تلفاتو باندې دوی خپله ستراتیژي مخته بوځي. همه په دې دوه کاله کې ولیدل چې بدبختانه بس د دې نه چې ناخوالې دلته کمې شي، ناخوالې زیاتې شوې. سمت شمال چې مخکې د کرزي په وخت کې یو ډېر آرامه منطقه، اوس په اکثریت سمت شمال کې جګړې روانې دي. اورون دا اعتماد اعتبار نشته، که اعتماد اعتبار شتون درلوده بیا دغه مصرف و دغه هغې په غاړه باندې نه اخیستی چې دوی خپل عسکر دلته راولیږي او د نږدې نه دوی ټول مسایل نظارت کوي او خپل استراتیژي مخته. د اعتماد او باور په اړه بیا وروسته راګرځم. جنرال تاسو سره هاشمي صاحب، ناټو پریکړه کړې افغانستان ته په زرونو سرتېري لیږي، 3,000 سرتېري په رسنیو کې راغلي، تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او دا غونډه نن هم روانه ده په برکسل کې. څه فکر کوئ، څه ډول ارزوئ دوی دا پریکړه؟ بنامه خدا، سلام عزیزم، خدمت شما، خدمت جناب استاد عزیز گرم قدرداد صاحب بینندگان محترم تلویزیون. من میخوام یکم وضاحت بتون که امریکا در طول که در افغانستان آمده بیان میکنن که ما به خاطر کمک و منافع افغانستان آمدیم، بین یک تحلیل میکنیم که آیا واقعا به منافع ما آمدن کار کردن یا نکردن. مثلا امریکا به خاطر و امریکا جمع متحدانش ناتو به خاطر چند موضوع در افغانستان آمدن: یک، مبارزه با تروریسم، دو، جلوگیری از مواد مخدر، سه، جلوگیری فساد اداری، چهار، حقوق زن، یا چند چیزهای دیگه بود. اگر بیاد تحلیل کنیم در اینجا که در قسمت مبارزه با تروریسم چقدر کار کردن، واقعا صادقانه با وانا بودن نبودن، در حال که 1,30,000 عسکر ناتو حضور فیزیکی داشت در خود افغانستان، مگر در وجب خاک افغانستان جنگ جریان داشت. ابتدا که آمدن در افغانستان طالبا رفتن یا مخالفین رفتن در طور بوره، پس تقریبا 60-70% خاک افغانستان دوباره مخالفین میگیره و جنگا در اکثرت ولایات‌ها جریان می‌داشته باشن. مواد مخدر اگر سرش بس کنیم، حاضر که با وجود که جلوگیری نتونستن، کاهش ندانش، بلکه از او وقت در نقاط ام زیادتر شد. فساد اداری ما حاضر که از او خزن، حاضر که از بالاخره اعلان کردن خود از اونا که بدبختانه کامیاب نشدن، خود وزیر خارجه دفاعش اعلان کرد که استراتژی که ما در قبال جنگ افغانستان میکنیم ناکام است، باید پالیسی استراتژی را تغییر بدیم. به می خاطر آل استراتژی را تغییر به این دادن که 15 کشور اعلان کرد که ما میتاریم قوات های دیگه خود را روان کنیم در اونجا، 28 کشورش گفت تمیل و تجهیز میکنیم در اینجا، فعلا بحث از اونا جیران دارن. به این سر علت ناکامی از اینکه امریکا در افغانستان چطور معصر واقع نشد و نتونستم سر چند موضوع از این بحث میکنیم: یک، صادق نبودن امریکا در امر مبارزه با تروریسم. واقعا صادق نبود، پلانا و منافع اولیای خود در نظر میگرفت، نه جنگ افغانستان. دو، نمیخواست که افغان ها یک حکومت قوی و مقتدر داشته باشیم. تابال شما سعی کنیم ببینین در طول امی مدت که نامدن بر ما یک حکومت قوی و مقتدر جور نکردن، نمیخواستن، ورنه افغان ها میشد که افغانستان یک حکومت قوی جور شد. هدم همکاری صادقانش در قبال عرصه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در افغانستان. ببینین یک پروژه زیربنایی اساسی اگر از معادن باشه، اگر از بندای برق باشه، آبها باشه، برای ما نتونستن جور کن تا که مردم مدکار شه که در قلب با مخالفین نره. خواست امریکا تنها مخب تروریز اگر بود، نه بقای حکومت افغانستان نمیخواست که بی انتخابات ما در چی حالت که ما که حکومت برای ما جور کرد که باید حکومت ناکام باشه، نه حکومت قوی مقتدر. سیاست دوگانه امریکا در قبال پاکستان، پاکستان که لانی تروریست بود، پاکستان که مخالفین
تجهیز و تمویل میکردن، پاکستان که مخالفین ما بود اجتماعات آزم میکردن، پاکستان که مخالفین انتخابات های خواهد اونجا میکردن. اما سیاست دوگانی ازی بود که دقل نه تعذیرات آورد نه فشار با اون آورد، یعنی جایی که پایگاه توریزم بود او را هیچ فشار نداد، به مخاطر است که مردم آل میدانن زمان وقت و میدانستن که امریکا با ما در امر صادق نه. نوست چه تاسو پا تیروش پاروس کلونو که امریکا و ناتو چه پا کم اهداف پر راغلی و پا افغانستان که خواه حکومت والی در نشید و کل رکول یا در توریزم در منز ورل کامیاب نشول پاگی که ناکام دی، اوس پا کم تاود سر ناتو غواری چه افغانستان تا نیوی سرتیر راولی گیا و یا هم امریکا بیای ناتو واقعا اگر بخواید جمع امریکا که در افغانستان توریزم نباشه، یک حکومت قوی و مقتدر ما داشته باشیم، گزینه‌های بسیار زیاد داریم، استراتژی‌های بسیار زیاد داریم که ما بگیریم در اونجا. یک مثال عادی برای شما میتونم ببینید که اگر اینا بخواهند که تعداد عساکر خود را زیاد کنند، در حقیقت عوامل است که مخالفین ما را زیاد میکنند. قوت میتونه را که عامل عینی میگه در سفر روی روال مخالفین رو بدل. بله. نقطه دوم، تجهیز و تمویل نیروی ما کردن بهتر خواه بود. پلانای عملیاتی که میگیرن امیدوار هستم که با نیروهای امنیتی ما با حکومت افغانستان مشوره کنم. مثال براتون میتم، امریکا ما در بم استعمال که ده چین 16 میلیارد دلار قیمت از او بود، اگر 8 میلیارد چه مصرف میکردن در حقیقت میتونستن که تنها از چین نه تمام جلال آباد در اونجا گزینه اساسی میگرفت، استراتژی اساسی میگرفت، مشوره با افغان ها میکرد، ده 8 میلیون یا میلیاردش میتونستن که اونجا عمل کنن. اما اینا استعمال در اونجا کردن. سعی کنید ببینید امیر استعمال که امی فعلا در مسافه 200 متری یا 500 متری از مخالفین جیران داره جنگ میکنن. امیدوار هستم استراتژی رو که میگیرن با افغان ها شریک. نو خودت جان صاحب یو دلیل هوا چې مثلا یو بهرنی سرتیری په افغانستان کې یو میلیون ډالر د کال مصرف لري او افغان سرتیری بیا لزر ډالر د کال مصرف لري، نو مسله دا ده چې خپل بهرنیان امریکا او ناتو په افغانستان کې باور نه لري هغه مصرف چې په خپل سرتیرو کې په زمو په سرتیرو کې خبره ده باور مطرح ده و باور دارن خو منافع خودشون تامین نمیشه. جنرال صاحب بسیار خوب موضوع را اشاره کرد، ما در چیز بسیار کم میتونیم که تامین امنیت کرده بتونیم در ولایت های خود، مگر در اونجا باز امریکا موجودیت از او زیر سوال میره. خب اینا چی میکنن اینجا؟ بنان به خاطر که جنگ دوام پیدا کنه در افغانستان، مخالفینی که مخالف استراتژی یا پلانای امریکاز در اونجا، چین، ایران، روسیه که پلانای برنامه به خاطر از اونا داره، باور کنین به خاطر منافع افغانای ما کار یعنی در ناتو روسته فیصله حقیقت... بله در ناتو و در امریکا روسته فیصله مثلا در سرتی رو دیرول پا افغانستان که در جگری در دیرول و پا مانا ده به هیچ وجه ازدیاد نیروهای امنیتی امریکا در افغانستان به اساس از این نیست که ما را در افغانستان توریسم خونسا کنم، بلکه سبب دوام جنگ در افغانستان میشه و سبب از این میشه که افغانستان میدان رقابت‌های جامعه جهانی شود. این مسئله اگر اونا ایران رو ببینن، چین، ایران، جمع روسیه در قسمت نظامی از اونا زیاد شود اینجا، شما ببینید که چقدر ایراس اونا دارن وقتی که سرداد از اونا باشه، اونا بتونن که از اینجا هدف قرار بده، روسیه هدف قرار بده، چین هدف قرار بده، بالاخره ایران هدف قرار بده، خامخا اونا مجبور میشن که مخالفین تجهیز تامین کنن. بنان امیدوار عزیزم که اگر کمک میکنه یا دوستی میکنه صادقانه دوستی کنه میتونه که تجهیز تامین کنه حداقل در بدل یک هزار اگر یک سرباز اونا مصرف داره از افغانی ما یک لک افغانی میشه، چقدر خوبتر و مفید تر و معصرتر وقت میشه که از خود ما را در اونجا ببرن تمرین بتن ورکشاپ بتن بشن تجهیز و تمرین کنن بالاخره پس برن، هم مصرف از اونا کم میشه، هم به زبان خود ما آشناسن کار میتن، هم تلفاتی که در میدان نبرد امریکا میبینه اونجا کم میشه. خمم تا اونا استراتژی امریکایی که نوجور کنن میکنه به خاطر منافع اولیای افغانستان نه، بلکه به منافع اولیای خودش است، به خاطر رقابت جامعه جهانی که در افغانستان چطور بتونن صلاح خود تست کنن، چطور بتونن مخالفینش که روسیه چین است، ایران است، چطور بتونه اونا یعنی دوی اولیا منافع یا دوی لوړی ګټه په افغانستان کې د جګړې دوام ده؟ بالکل اونا در دوام جنگ میتونن صلاح خود تست کنن، امپراتوری خود زیاد کنن، تاثیرات خود بالای کشورهای دیگه کنن، بنان سرتی اگر نیروهای خود زیاد بکنن، فقط هدف از ایناست که جنگ در افغانستان پیدا کنه، افغانستان میدان رقابت است. بهترین گزینه ای است که سیاستمدارای ما اگر دست دوستی داره، پیمان استراتژی و امنیتی داره، گزینه رو پیشنهاد بر از اونها کنه که حداقل منافع ما در خطر نباشه، به خاطر منافع خود ما و سیاستمدارای ما. من نه اشمت بیارم رگردم جناب صاحب، مسئله داده چی په افغانستان کې د سرتیرو ډیرول، په افغانستان کې د جګړې د ډیرول
مسله ده او په دې کې خپل منافع اولیا د ناتو د امریکا لوړ غټي خوندې نه د باور مسله تاسو مخکې شابه درلوده اسمه څه په خبرې کې مګر موږ اصلي نقطه ته من متوجه نه یم چې موږ اصلي اساسي ستونزه په چیش کې ده اصلي ستونزه په موږ کې ستونزه لري امریکا جنگ دلته وسات ورکی کای روس وسات ورکی کای چین ورکی کای هر څوک ورکی خدمو په واسطه باندې وسات ورکی د موږ چې دانو نن په خو باندې بشیل شي د موږ چې هغه کوم چې باندې چې امریکا د افغانستان سره کړی دی ګوره امریکا څه کړه د دوه ټاور اول ویدل دی وختنه بن لادن و د حکومت طالبانانه طالبانانه ورن کوي چې د موږ افغاني دود ته افغاني کلچر دی موږ په لاس نه درکو د راغل په اسلام باندې چې ترورزم موږ باید په هر قسم باندې باید وی وو دې په بنک کې کوم هغه ورسره کوي چې بعد افغانان په خپل د افغانستان د منلي منافع لپاره دی بعد سم متحد دي کله چې د بن حکومت د دلته جوړ شو تاسو ولدل چې حکومت سلسله حکومت مان تر هغه فساد دی وکي لارې ورته ورکه دا وسم وايي چې د هر کې متر مربع د افغانستان ته یو لک ډالر راغلي دي کچیر هغه په واقعي شکل باندې مصرف شي وای من افغانستان په څلوېښت فیصده په پښو باندې ولې دوی بېرته وایستل مخته چې ولیدل چې دا خلک په خپل منظور کرسه خوري دا خلک د قدرت دپاره یو بل څه وژني دا خلک د قدرت دپاره نه د خاور خرڅولو باندې نه په عزت باندې نه په هېڅ شي باندې بندې دي هماغه و چې بېرته خپل نو فکر نه کوي چې په بن کانفرنس کې امریکا هغه چاته واک ورک چې په افغانستان کې په جګړو کې په افغانستان کې په فساد کې سابقه درلوده ګوره سای او چیرې دافلر د داسه مسائل نه ګټه پورته کوم چې هغه د ما په سود باندې د ما په ګټه باندې زه د هغه مخالف مثال تشتم لري او بل مخالف عینه مخالف پرته پیدا کوم چې د دې کوری څنګه وي د ما ګټه په دې کده دا بد بختی په مخ کشن دوس په موجودیت دی هغه تاسو ګورئ د حکومت منځ کې څه دی مامن اول د چیرته دی رئیس اجرایی د څه کوي وزیران د څه کوي استاد عطا بل ورځ شو التماتم ورکوي که اگر اصلاحات نه لري خوب خوب اگر نه ما ته جمع چیز مدني کنیم که ازو کده دیگه خطرناک تر نه باشه دی پیږي ګوره امریکا په جرمنی کې پس د دوام د جنگ د جهانی شتون درلود په جاپان کې هم درلود په کوریا شم په جنوبي کې هم درلود په بل ځای کې هم درلود هغه خلک هوښیار او متحد و د دغه هغه نه استفاده وکړه خپل ملکونه خو نیوه کم داده جناب صاحب چې دغه د قدرت جزیره هم امریکا را منځته کړې په افغانستان کې امریکا را منځته کړې دي زوته ولې دمر هغه شي چې د خپل د انفرادي شخصي ګټه په خاطر باندې په خپل افغان په خپل اولاد په خپل وینه په خپل ذات باندې زه پکا کېدم هغه تباه کړم د پردیو ستراتیژي راوړم په خپل قربانۍ باندې دلته پیاده کړم ګناه په ما کې شتون لري د اوس د القاعده سره ځایم د داعش سره ځایم د طالب سره ځایم د مافیا سره ځایم د امریکا سره ځایم د چین سره ځایم د روس سره ځایم د پاکستان سره ځایم د هند سره ځایم د ایران سره ځایم څوک دي تا کوم قواعد نظامی د خارجي دلته پاکستاني لیدل چې په نظامی د ریشه کې راغلي تاسو سره جګړه کوي خو زه راولم من در جان صاحب حل را لپاره ورسره ګرځم واشمی صاحب مسله د افغان ځوکونو د تجهیز د تمویل مسله د چې ناتو ځوکونو ویل دي دغه درې زره کسان یا دغه سرتیر چې افغانستان ته راځي دوی په جګړه کې برخه نه اخلي بلکې افغان ځوکونو به روزي تربیه کوي به بس هم آسیب شه مردم عزیز افغانستان میبینه یقینا شک نیست تعداد داره که اگر به خاطر آموزش پرورش نیروهای امنیتی ما روان کنن 8500 فیل موجود است کافی در اختیار بله. پیشنهاد جنرال صاحب چقدر خوب بود که اگر همین تعداد از ما را در اونجا ببرن پرورش کنن پس بیان به زبان خود افغان و بالای افغان کار کنن خوبتر و درستر میشن خب بازم تکرار میکنم که استراتژی را که امریکا جمناتو جور میکنن به خاطر منافع اون مسئله مسئله ادا کرده چی دوی به پدی دازل کی د افغان زکونو په زنګړو زکونو باندې ډیر کارو کی او هوایی ځواک د پیاوړتیا مسئله یاد کړی دا څومره فکر کوی چې متحده ده ناتو او ملګری دې مسلې ته بالکل شک نیست که اگر واقعا بازم برمیگرده به حرفای از اونا که چقدر ناتو صادق به حرفای خود است اگر واقعا صادق باشه تجهیز و تمویل نیروهای ما را کنه آموزش پرورش براتون بده دافع اوا جمع نیروهای اوایی ما را فعال بسازه یقین براتون میتونم که دشمن بر ما هیچ چیزی نیست نقطه دیگری که جنرال صاحب اشاره کرد که چه خوب نقطه بود که یقینا ما افغانام خوب سیاست درست نداریم
پیمان استراتژی را که با آمریکا امضا کردیم شما ببینید او پیمان باور کنین چیزی که ما به آمریکا دادیم ما چیزی نگرفتیم تعهدات بین المللی که ما چیزی به آمریکا میتیم چیزی باید از او بگیریم تعهدات دو جانبه امضا میشه چی چیز منافع آمریکا رو تامین میکنه و چیز منافع حکومت ما را در نظر میگیره از ما عجولانه پیمان استراتژی و امنیتی را امضا کردن پایگاه برشان دادن مسئولیت قضایی برشان دادن اما در قبال یک تجهیز و تمویل و دور ما شاد بود اگر تدون یا طرفه تدون یک طرفه بود ببینین او سیاست مدارای داشتیم که حداقل منافع ما را در نظر نگرفتادن بیاین یک نقطه دیگرم که خوب جمال سب اشاره کن ولی که سیاست مدارای ما قوی باشه سیاست درست کار کنه به خاطر منافع اولیای کشور تمام دنیا یک طرف شده باز افغانستان میتونه خود حفظ کنه بلکل. اما اگر ما واقعا وقتی که رفتیم منافع شخصی را ترجیح بر منافع ملی بتیم همین فعلا شما برین در نام به جای قرارداد امضا میشه برنامه امضا میشه منافع شخصی در نظر گرفته میشه منافع ملی نیست اگر از یک پوینت دوت بگرفته تا آخرت ببریم اگر ما دل سوختان دیم منافع شخصی رو پایمال کردیم به خاطر منافع ملی یقین داشته باشین که کل امریکا و ناتو یک طرف شد ما موفق هستیم بنان ما امیدوار هستیم که واقعا امی که پلان میسنجن برنامه میسنن استراتژی میسن ما افغانا ببینیم که مو به نفع کشور ما است یعنی اگر به نفع کشور ما بود واقعا لبیک برش بگیم من فکر کنم چه دغه ورتیا و دغه درایت زم وسنی حکومت کشته چی تفکیکی که اگر استراتژی افغانستان لپاره جوړیږي اگر تغییر در امی حال حکومت بیاره تغییرات اساسی و بنیادی بیاره کار به اهلش بسپاره استخدام افراد مسلکی رو کنه هم در عرصه نظامی هم در عرصه سیاسی هم در عرصه اقتصادی شما چی فکر میکنین دشمن مخالفین افغانستان در کشوری که عملا ما دیپلماتای ما در اونجا است اونا میرن از اونجا خود تجهیز تمویل میکنن از ما که عملا بیرق ما در کشور بال است عملا در اونجا رسمیت ما داریم ما نمیتونیم استفاده کنیم چی سیاستمدار ضعیف روان کرده شما باور کنید که در هر مجلسی که میشه اگر در هر کشور سیاستمداری که واقعا منافع ایلدار رو در نظر بگیره جرأتمندانه کار کنه به خاطر حفظ زوچکی جان خود نگاه نکنه ما یقین براتون میتونیم که از هر کشور به خاطر منفعت کشور خود میتونیم کار کنیم چرا افغانستان در جغرافیای دنیا که زندگی میکنه ما نمیتونیم با تمام دنیا رابطه قطع کنیم ولو روسیه باشه امریکا باشه کل کشورها باشه خب ما یک سیاست را باید بگیریم که منافع من کشور از هر کشور استفاده باز جنبندی کو جنرال صاحب بالاخره ایو مسئله د افغان زوکونو د تجهیز او د تمویل مسئله د ناتو دا هم یاد کړی چې په دازل کې دوی د افغانستان په زنګړو زوکونو باندې ډیر کار کوي د هوی زوګ د پیاوړتیا لپاره څومره یقیني او باوري په ناتو د دغه ژمنې سره دن سوار ده ماست سخنگوی وزارت دفاع ناست دیویل چی مگ تا اقا تیاری و چرک را که چی دی مگ دیم افغانستان پی دی مناطق دفاع را بلکل درست دی همه مگ چی را غارو چی خپل امنیتی بخصونا تمویل کو تجهیز کو پیوتا باید ونه گرو لغر باید پندوس کالا پس تو گرو نن به ناتو ده ما سره پینزه کالا بی امریکا به ده ما سره لس کالا بی لس کالا باید چلار شی ده ما دخمن شا و خادل تبشتون داری بیا بزا پا چیش بانه ده غوص را اغا خپل دفعه فکر کرو چی مونگ پا رهبری که دست سوک لرو چی دیر لری فکر رو کی کمی کت که مونگ در لو ده خوکس به افغانستان ما مخی در تاوی چی پیدا غشت چوار لس کارو ده ده لس کالا چا همه ده کردی حکومت و کی چلویخ فیصده باید بونن افغانستان پو پو نو حل لاره چه بوله پا دیر لنده را تو وای حل لاره حل لاره داده چه مگه افغانان بیدار شو ملی منافع تجمن شو حقا چوک چه ملی منافع تجمن ندیده صف نلیر کو پس دقیقه ندعوتم جو دیره من واشمی سب تاسم باز را سر جنبندی که استاسو تاسو ده حل لاره چه بوله فقط اگر به خاطر تجهیز تمویل میان ما اول بسنجیم که صادقانه امریکا با ما کار کنند در طول اقدر سالها با ما صادقانه نبودن بعد منتظر پاتی شو دست دوستی با ما دراز میکرده از ما کرده پیشتر با پاکستان یک نقطه نقطه دومی بیاین از تجهیز در بزرگ میلی تانگ و توپ و تفنگ هیچ وقت کس کس مهار کرده نمیتونه بیترین گزینه ایست که همکاری ملت خود بگیریم بیا ملت ما فاصله گرفته امریکا تلاش بی کنه یک استراتژی دیگه جور کنه که چرا ملت از حکومت فاصله گرفته به این استراتژی کار کنه که ملت پشتوانه حکومت باشه طرفداری از حکومت کنه بالاخره امید دیر من نکو مودن شرال په موضوع مر سره بس وک گران لیدون کړه تاسو ډیر مننه چې تر دې دمو زموږ ملتیا کوله تر بیا مو الله عمل شه